راسموس پالودن سیاستمدار دانمارکی سوئدی که میخواست مجدداً یک جلد از قرآن کریم را در مسجدی در شهر اوپسالا در سوئد آتش بزند با واکنش عده‌ای از مسلمانان مواجه شد. تعدادی از مسلمانان علیه او فریاد زدند و به وی نزدیک شدند، اما پالودن و همراهانش قبل از رسیدن جمعیت توانست سوار خودروی خود شود و فرار کنند. نایب رئیس مسجد اوپسالا درباره این اتفاق گفت: ما با پلیس و سیاستمداران صحبت کردیم و گفتیم که اگر او بیاید نمیتوانیم اوضاع را کنترل کنیم. بسیار از مسلمانان سوئد که به مسجد میروند از پلیس ناامید شدند، زیرا آنها هیچ کاری برای جلوگیری از آمدن پالودن به اینجا انجام ندادند و زودتر مانع او نشدند. لازم به ذکر است که پیشتر پالودن در چند نقطه از سوئد دست به این اقدام شنیع زده بود. او همچنین در نظر داشت که روز اول ماه می برای انجام تظاهرات و هتک حرمت علیه قرآن کریم از مقام‌های سوئدی مجوز بگیرد، اما پلیس این کشور درخواست او را به دلیل همزمانی تظاهرات مد نظر او با روز جهانی کارگر رد کرد. این در حالی است که پالودن، این سیاستمدار اسلام ستیز، ماه آوریل گذشته در آستانه انتخابات پارلمانی در سوئد با اجازه و هماهنگی مقامات این کشور به اقدامات مشابهی در هتک حرمت قرآن کریم دست زد که اعتراضات مختلفی در چند شهر سوئد و کشورهای مختلف اسلامی را در پی داشت. در برخی کشورها علیه این هتک پالودن بیانیه صادر شد و برخی کشورها نیز از جمله ایران و عراق با فراخواندن سفیر سوئد این هتک حرمت را محکوم کردند. به دنبال خبرساز شدن هتک حرمت علیه قرآن کریم، هفته گذشته مقابل ساختمان پارلمان سوئد تظاهرات اعتراضی برپا شد. معترضان که طبق گزارش ها حدود 500 نفر بودند، پلاکارد ها و نوشته هایی را با این محتوا در دست داشتند: آتش زدن کتاب مقدس قرآن را متوقف کنید و به توهین کردن علیه مسلمانان پایان دهید. اقدامات این سیاستمدار اسلام ستیز اعتراضات و ناآرامی های گسترده ای را در سوئد در پی داشت که منجر به مجروح شدن 26 پلیس و بازداشت حداقل 40 نفر از جمله افراد کم سن و سلاح داشت. گفتگوی دارم با جناب آقای مجتبی اخوند، مدیر مسئول مسلمان آزاد از واشنگتن دی سی در ایالات متحده آمریکا. جناب آقای اخوند سلام، وقتتون بخیر. سلام عرض میکنم به شما و بینندگانتون. ممنون. طبق آنچه پالودن ادعا کرده، آیا سوزاندن کتاب مقدس قرآن و چنین هتاکی در قوانین بین المللی استفاده از حق آزادی بیان تعریف شده؟ ببینید، قانون بین الملل یک وجه مشترکی هست بین تمام ادیان و تمام مذاهب و کشورهایی که این قانون رو قبول میکنن. آزادی بیان را پس قانون بین الملل وجه مشترکه. آزادی بیان در مورد یک کتاب، یک مسئله که یک فیلسوف میگه، در مورد یک حرف یک شاعر میگه، نقد اون با مطلبی بهتر یا یک نقد درست هستش. سوزاندن یک کتاب آزادی بیان نیست، بی احترامی به اون بیان هستش و این اصلا در هیچ نوع قانون، نه بین الملل نه اقلایی، اصلا گنجیده میشه این مسئله که بخواد کسی برای رد یک مسئله دیگه‌ای که خودش قبولش نداری کتاب رو بسوزونه و خیلی بدیهی و عدم توانایی یک شخص هستش، نه اعتراض درست به یک مطلب. اساسا راسموس پالودن، این سیاستمدار اسلام ستیز، با چنین هتاکی و تنفر پراکنی چه هدفی رو دنبال میکنه؟ یه مثال کوچیکی در عربی هست به نام خالف تورف، یعنی که مخالفت کن با یک موضوعی شناخته میشه. بعد از اولین بیانی که ایشون داشت، آقای پالودان، خیلی از رسانه‌های غربی و سعودی با ایشون مصاحبه کردن در مورد اینکه افکار ایشون چی هست، چه عقایدی داره، چه نوع افکاری رو میخواد برای آینده سعود داشته باشه، چه اهدافی رو برای آینده سعود در نظر گرفته، با چه نوع نوآوری‌هایی میخواد وارد بشه و متاسفانه فقط برای شناخته شدن خودش در این مرحله‌ای که میخواد جلو بره هستش
زیاد طرفدار نداشت، ایشون طرفدارانی داشت ولی طرفداران پروپا قرصی نبودن، و برای اینکه خودش رو بیشتر معرفی بکنه اومد یک حرکتی بسیار بسیار بی‌ادبانه کرد و گرایش افراد مختلف به اسلام ما دیدیم که زیاد هستش. کشورهای غربی چون متوجه این گرایش نمیشن، میان مخالفت‌های خودشون رو نشون میخوان بدن، و این نشون دادن مخالفت‌ها باعث شده که افراد مانند آقای پالودان بیان این حرکت رو بکنن که بیشتر شناخته بشن، و هیچ نوع اساس متاسفانه نداره، هیچ هدفی غیر از این که با تحریک عواطف مسلمانان بیاد و خودش رو معرفی کنه، هیچ هدف دیگه متاسفانه نیست. آقای اخوان، شما نقش عملکرد کشورهای اسلامی یا گروه‌های تروریستی زایده افکار تکفیری پیروان سقیفه را در خلق تفکر آتش زدن قرآن و چنین هتاکی‌های چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ببینید، یه مسئله خیلی مهم هستش که کشورهای اسلامی الان هم دفاع از مذهب رو اصلا ندارن، چه شیعه چه سنی، یعنی هیچ نوع هم خاصی برای اینکه تمرکز خاصی برای دفاع از مذهب نیست. درسته اسلامگرا هستن، درسته قوانین رو دارن برای اینکه بگن ما مسلمان هستیم، مثل قوانین رو احترام میذارن، ولی خودشون واجب نمیبینن دفاع کردن از مذهب اسلام رو، و مردم باید خودشون شروع کنن دفاع رو. مثال در فارسی هستش که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. اینی که بخوایم صبر بکنیم، کشورها کمک بکنن، کشورها کاری رو بکنن، متاسفانه فقط یک بیانیه هستش، یک نوع برای اونها هم کار تبلیغاتی هستش که بگن نه ما دفاع کردیم از اسلام، و میشد خیلی کارهای بیشتری در این مورد بشه و قشنگتر از سوی کشورها و مردم، متاسفانه انجام نشد. و اینکه پیام مدیر مسئول سازمان مسلمان آزاد برای بینندگان ما چیست؟ من دو قسمت میکنم پیام رو. یکی اینه که مسلمانان باید در سه رشته تحصیلی خودشون رو قوی بکنن اگه میخوان مدافعی داشته باشن. یک، اعلام و سوشال میدیا، خبر، خبرنگاری، اینا هست. دو، علوم سیاسی. سه، قانون. اگه ما نتونیم خودمون از خودمون دفاع کنیم، توقع این رو نداشته باشیم که دیگران بیان از ما دفاع بکنن. این در سوئد و بقیه کشورهای غربی هستش که ما شاهد این بودیم که متاسفانه افراد با مسلمانان برای اینکه اتحاد داخلی ندارن، اتحاد در بیان اینکه ما یک قدرت هستیم. چرا این اشخاص نمیان تورات و انجیل رو بسوزونن؟ چرا نمیان کتاب‌های دیگر رو بسوزونن؟ چون قوی بودن مسلمان‌ها رو متوجه نیستن، در اعلام، در علوم سیاسی، در قانون و لویر بودن، وکالت. چون قوی بودن ما رو ندیدن، متاسفانه این سوء استفاده رو می‌کنن و به این حرکات دست می‌زنن. و مسئله دوم که خیلی مهمتر از مسئله اول و موازی با اون هستش، اعتراض مسالمت آمیزه. یعنی نباید ما چهره خشونتگرا رو از مذهب خودمون بیایم نشون بدیم در جواب این نوع اعتراضاتی یک شخصی میگه کتابی رو بسوزه. قرآن کتاب هستش و کتاب بسیار مقدس ما هستش، و اصلا هیچ کس نباید جرئت بکنه این کار رو بکنه. اگه خودمون یک قوی باشیم، دو بتونیم مسالمت آمیزانه با تماس با نمایندگان مجلس، با تماس با سازمان ملل، با تماس با کسانی که ارگان‌های مختلف دارن صدای خودمون رو برسونیم، متاسفانه کسی دیگه نمیتونه کمک کنه. ممنونم مشتبه اخوند از واشنگتن با ما همراه بودند.